همستر کامبت خب هممون الان داریمش و داخل کیف پولهامون نگهداریش کردیم داخل تونکیپر یه مقداری که از اون ایدراپ افتضاحش اومد داد به تمام دارنده ها و همه نامی شدن اما قیمتش قیمتش رو میخوایم با دیگه بررسی کنیم کاری با بازیش نداریم که فصل جدید رو بازی میکنید سیزن جدید رو باش داری کار میکنید الماس جمع میکنید یا نمیکنید با اون کاری نداریم حالا اون یه بحث دیگه هستش اگر هم خواستید راجع اون صحبت کنیم خیلی من حالا مشتاق نیست هم که برم فصل دوم و همه سر صحبت کنم ولی اگر تعداد درخواست زیاد باشه کامنت کنید که رجبش صحبت کنیم اما میخوایم قیمتش رو با هم دیگه برسی داشته باشیم چون که قیمتش مسلش یک کمی فرق داره یعنی هر چقدر تو ایدراپ افتضاح باشه از لحاظ قیمتی همستر میتونه حرکت هایی رو بزنه که همه رو شوکه کنه داخل بازار چون کامیونیتی که پشتش هستش از مالی و تیمی که پشتش هستش سرمایه های خیلی زیادی رو دارن که هنوز وارد همستر کامبت نکردن یعنی اون پولای بزرگ از سیزن جدید زدن به جیب اونا رو هنوز وارد همستر نکردن یعنی میلیاردها دلار اینا پول زدن به جیب و میتونستن میلیون ها دلار رو بیان صرف این کنن هزینه کنن که یه مقدار قیمتش رو ببرن بالا که حجم ها رو من داشتم برسی میکردم تقریبا داره این اتفاق میافته اما باید نکات مهم رو بدونیم اول از همه میخوام که یه نظری بپرسم نظر جمع رو بدونم که ببینم به چه شکلی هستش همستر رو از اید دریافت کردید اون دسته از افرادی که فقط از اید دریافت کردن نگه داشتن یعنی 10 دلار 20 دلار 5 دلار دارن یا کسایی که دارن خرید میکنن شما از اون دسته هستی یعنی خرید کردید مثلا 100 دلار 200 دلار اضافه خرید کردید که همستر رو بتونه یه رشد رو داشته باشه کدوم دسته هستید این زیر برام بنویسید ببینم که تعداد مخاطب هامون به چه شکلی تقسیم شدن یعنی اون دسته ای که فقط از اید به دست آوردن نشستن دارن قیمتشو نگاه میکنن یا خیلیایی که خرید کرد کردن یا خیلی هم هنوز خرید نکردم و دوست دارم ببینن که الان همستر پتانسیل رو داره که بریم سرمایه انجام بدیم بخریم ازش همستر کامبک خب یه تایمی تب و تاب زیادی داشت همون جوری که تب و تاب زیادی داشت همون جوری هم افتاد به سمت پایین تب و تابش کامنتیج از دست رفت از ترند بودن افتاد ولی قیمتی ما باید چند تا نکته رو در نظر بگیریم این خوبه یعنی از تب افتادن و کاربراش ازش فرار کردن اینو خیلی ولی این خوبه چرا چون باعث میشه که قیمتش دیگه هولدر مثلا زیادی نداشته باشه همشون نامید بشن داخل بازار وقتی که نامیدی به وجود بیاد امیدواری خود به خود میاد شکل میگیره یعنی قیمت یه دفعه پامپ میکنه به سمت بالا پس اینو داخل بازار توی همستر ما داریم الان میبینی الان همه از همستر نامی شدن همه دارن ازش فرار میکنن ناراحتن ازش خب حق هم دارن که ناراحت باشن ولی از یه طرف این خوبه واسه کسایی که خرید کردن یا حالا همستراشون اومدن نگهداری کردن اما باید بدونیم که آیا همستر کامباد این پتانسیل رو داره که بتونه به قیمت مثلا یک دلار برسه یه قیمتی که شاید تو ذهن خیلی ها باشه ببینیم که آیا امکانش هستش توتال ساپلای همستر در حال حاضر 100 میلیارد ازش وجود داره یعنی 100 میلیارد توکن همستر داخل بازار هستش رنگی که داره در حال حاضر 200 بازار هستش با مارکت کپ 251 میلیون دلاری خب اگر به یه دلار برسه ما باید بر هر اساسی بررسی مثلا اگر به یک سنت برسه قیمتش تقریبا میشه چیزی حدود 157 درصد دوش, دوش. یعنی یک صفر اگر بندازه 157 درصد میتونه رشد داشته باشه که این منطقیه 100 درصد میتونه این 157 درصد رو به هولدرهاش بده اما از اینجا در نظر بگیریم تا مثلا 10 سنت که یه صفر دیگرم هم بندازه تقریبا میشه 2500 درصد خب 2500 درصد عدد خیلی زیادی هستش برای همستر پس دیگه نمیریم سمت یک دلار چون که رسیدن به یک دلار غیر ممکن تر میشه همین 10 سنت مثلا 2000 درصد 2500 درصد یه کمی عدد عجیبی هستش عجیب غریبی هستش ولی عدد ارقام های مثلا 20 سنت و عدد ارقام های مثلا 30 سنت عدد منطقی به حساب یعنی از اینجا تا مثلا برسه به مثلا 30 سنت یه 700 500 درصد بین این محدوده میتونه یه رشدی رو داشته باشه یعنی پتانسیل اینو داره کمستر رشد 500 تا 700 درصدی داشته باشه نهایت اوج خوشبینانه ترین حالتمون نگاه کن یعنی دیگه از اونجا به بعد که میره مثلا 70 سنت 10 سنت یا 1 دلار اینا غیر ممکنه یعنی اون همستر رو نمیتونیم رو اون قیمت بیایم ببینیم که مگر اینکه هر اتفاقی هم بیفته بازم یه کمی سخته که بیایم اون پیش بینی رو انجام بدیم اما پامپ کردنش به چه شکلی میتونه یفته حالا چرا میگم مثلا 10 سنت سخت رسیدنشون ببین الان رنگ همستر 200 بازاره به یه دلار برسه یا به 10 سنت برسه رنکش باید برابری کنه با مثلا دوچ کوین یعنی باید 55 میلیارد دلار پول وارد دوچ کوین بشه یعنی اگر به اون قیمت برسه باید این محدوده ها رو ما بیایم ازش ببینیم یعنی تو این محدوده بیاد نه نمیشه داشته باشه پس 50 میلیارد دلار کشش اینو نداره همستر بتونه پول واردش بشه نهایتا 1 میلیارد 2 میلیارد اونم سه چهار برابر شدن قیمت از همینجا یعنی قیمت همستر از دو سر چهل به خاطر یک رشدی داشته باشه این یه برابر که تقریبا اینجا هستش و اینم 2.5 برابر 300 400 درصد به راحتی میتونه به هولدرهای خودش بده پس در کل همستر میتونه ارز دیجیتال خوبی باشه پامپ خوبی رو داشته باشه ولی ازش انتظارات عجیب غریب نداشته باشه شاید ببین این پامپی که به سمت بالا تجربه کرده یه تله بوده باشه که دوباره اینجا خالی کردن قیمت رو دارن میارن پایین و ما همستر رو دوباره روی این قیمت های مثلا 2019 اینا میبینیم اما کسایی که از ایدراپ همستر رو به دست آوردن یعنی از ایدراپش مثلا 5 دلار 10 دلار 6 دلار دارن اونا نفروشن اونا اصلا دست نزنن به هم همسترای خودشون چون 5 دلار 6 دلار هم ارزش اینو نداره که شما برید بفروشید ممکنه مثلا سه برابر بشه 5 دلار شما بشه 15 دلار 16 دلار اون تایم ارزش اینو داره که بفروشید ولی کسایی که خریداری کردن یا قصد خرید دارن خیلی مواظب باشید روی خرید کردنتون چون که همستر میگم دیگه از همون پایه نامید کردن هولدرها ها بوده تا الان مگر اینکه همون حرف اولم هم در بیاد یعنی توی بحث ناامیدی امیدواری پیش پیش بیاد اونجا باشه یعنی همه ازش زده بشن یه دفعه یه حرکتی بزنن که قیمت رو بیارن بالا اون پولایی که میتونیم بگیم ازش خارج کردن و دوباره برگردونن به همستر و قیمتش بخواد یک رشد خوبی رو داشته باشه یک افزایش خوبی رو به سمت بالا بیاد تجربه کنه من تمام نکات رو از همستر تا به این لحظه حالا گفتم گفتنیو گفته شد توی تکنیکالی هم اگر بخوایم همستر رو نگاه کنیم ببینیم وضعیت به چه شکلی هستش تکنیکالی خب اینجا رنج بوده درسته اگر بخوایم بگیم اینجا شکسته شده و روند ما ببین ریخته 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 قیمت برگشته به سمت بالا روند ما اگر سعودی باشه به سمت بالا همچنان ادامه دار باشه یعنی یه جهشی داشته باشه به سمت بالا خب ما سعودی بودنش رو بیایم ببینیم من فکر می کنم که قیمت ما این روند سعودی دیگه از اینجاها باید استارت بزنه دوباره یه بالایی بزنه یعنی تا دوباره دو عدد مثلا دو سه هفت دو یه برگشتی داشته باشه یه بکی بزنه و دوباره اصلاح و بعد به سمت بالا حرکت کنه یعنی منطقی ترین حالتش اینه اگر اینجا شکسته درستی باشه روند سودی خوبی باشه پایین تر بیاد دیگه اون میره بحث نسیه بودن قضیه یعنی قیمت دیگه سعودی در کار نیستش این پامپی هم که به سمت بالا تجربه کرده بامپر علکی بوده که دوباره بیان اینجا مثلا قیمت رو بیارم بالا اینجا خالی کردن صورت گرفته خیلی جالبه حجماش هم که من دارم نگاه میکنم حجم خیلی بزرگی توی این محدودا تشکیل شده ببین حجم خیلی بزرگی رو ما داریم رو همین کندل من اگر بخوام همین کندل رو در بیارم خیلی اینو شاید ندونن بیا تایم فریم مثلا 4 ساعته توی تایم فریم 4 ساعت حجم بزرگه رو پیدا کن یه دونه حجم بزرگ اینو داریم خب اینه این کندله میبینی اینجا هستش یه حجم بزرگم همین کندله یعنی از اینجا حالا یه تایم من پایین تر بهتر میشه دیدین این کندل هستش یه حجم بزرگم اینجا هستش اینم من پاک کنم ببین بزرگترین حجمی که داشته روی این کندل بوده و این کندل الان قیمت داره درون این نوسان میکنه شما اگر بخواید رو پوزیشن بای باشی تریدر ها حواسشون جمع باشه کسایی هم که تازه دارن با ما آشنا میشن همین الان کانال ما رو سابسکرایب داشته باشن بتونن از ویدیوهای آینده با خبر بشن و صرافی که بهتون معرفی کردم صرافی تو بیت هستش اگر ترید انجام میدید این پوزیشن ها رو بر اون اساس بیاین بخرید و بفروشید اسبات هم اگر خواستید نگهداری کنی ارزش صرافی تو بیت رو انتخاب میکنن که تنها ظرف خارجی که داریم باش کار میکنیم خب همستر الان در حال حاضر اگر شما دقت کنید قیمتش که اینجا داره نوسان میکنه برگرده به سمت بالا خب یعنی روند خوبی رو به سمت بالا ما ببینیم اینجا ها یعنی عدد مثلا دو سر چه باشه یعنی اینکه اینجا ورود پول بوده ولی اگر برعکسش اتفاق بیفته قیمت شروع کنه به سمت پایین اصلاح کنه بیاد محدودای تقریبا دو 33 یعنی این تاییدیه رو میده که آقا اینجا قیمت که همینجوری رفته بالا خالی کردنی صورت گرفته این محدوده یعنی فروختن فروختن و قیمت رو هول دادن به سمت پایین و ریزشش رو میبینیم و اگر بخوایم پامپی رو ازش ببینیم یک رشد دیگه رو تجربه کنه ببین الان قیمتش اینجا داره نوسان میکنه اینجا رو ببین رو عدد 239 این قیمته بیاد بشه مثلا 244 5 به این محدوده برسه همستر یعنی اینکه وضعیت وضعیت خیلی مثبت بهتری هستش و قیمت رو میتونه هر چه سریعتر به سمت بالا حرکت بده هر چند تیم من فکر میکنم وضعیت بازار ارزهای دیشال کلا همگی سعودی هستش انتظارات بر این هستش که قیمت ارزهای دیشال یکی یکی رشد داشته باشن ببین ریپل رو عدد 7 سنت معرفی کردم الان قیمتش شده 82 سنت همینجوری ریپل داره رشد میکنه به سمت بالا یه سیگنال خریدی بودش که روی ریپل صادر کردیم و قیمتش یه جهش خیلی فوق العاده به سمت بالا اومد تجربه کرد پس در کل همستر رو که رو روی این قیمت میبینیم وضعیتی که داره وضعیت مثبتی هستش نگران کننده ای نیستش و هولدرها به نظر من همچنان نگه دارن ارزوی خودشونو و دست به فروش نزنن به نظر من چون الان فروختن داخل بازار ارزوی دیشال کار منطقی نیستش به نظر من و فقط باید بخریم 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 و این به نظر من منطقی ترین کاری هستش که ما میتونیم انجام بدیم یه ارزوی دیشال قرار رو معرفی کنم حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید و توی کانال تلگراممون بشید اخبار رو بتونید سریعتر از همه با خبر بشید نکات مهم رو من گفتم دمتون گرم که تا اینجا مشاهده کردید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو بندازید پای ویدیو تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال پست ترید